اولا بسیار متشکرم من از طرف صدای آمریکا که به ما اجازه دادین در خدمتتون باشیم. اولیا حضرت امروز گفتگوی ما در مورد سوال‌های خواهد بود راجع به مسائل فرهنگی و تاریخی و تاریخ فرهنگ ایران در دوره معاصر که شما در اون نقش داشتین. اگر اجازه بدید سوال اول رو از موزه های ایران شروع بکنیم و موزه هایی که شما در اون نقش اساسی ایفا کردید در ایجادش و در راه اندازیش و تکمیلشون. شاید بهترین باشه که اول از موزه فرش شروع کنیم. درود بر شما و درود به همیهنان عزیز در داخل و خارج از ایران. البته در از قسمت موزه ها کارهای هنری، خب در اون موقعی که من در ایران بودم هممون میدونیم که مملکت ما چه هنر و فرهنگ غنی داشت و یه موقعیتی بود که من دلم میخواست که مردم ببینن که چی دارن. و موزه داشتیم و فقط یه موزه ایران و باستان بود و به فکر اینی که موزه های مختلفی درست بکنیم، فرش ایران که اینقدر معروف در تمام دنیا، فکر کردیم اولین چیز موزه فرش باشه. موزه فرش در پارکی که اون موقع اسمش پارک فرح بود، حالا دلیلش چیه؟ اینه که اون پارک جلالیه بود و رژه نظامی در اونجا میشد. بعد که دیگه نظامی از اونجا رفتن میخواستن خانه سازی کنن و من یادم علازت خارج از ایران بودن به ایشون نامه نوشتم و اون نامه هم دارم اتفاقا، که اجازه بدین که اینجا یه پارک بشه و نه خانه سازی نکنن. و البته من خیلی علاقمند بودم که در به پارک ها و با هلیکوپتر پرواز میکردم روی تهران و هر جا باغ میدیدم میپرسیدم مالکی و کجا نیست و چی نیست، که بعد اگه میشد میگرفتیم برای پارکشن. خلاصه اونجا رو گرفتیم و پارک شد و اسمش پارک فرح گذاشته بودن و فکر کردیم موزه فرش رو در اونجا بسازیم که آقای مهندس عزیزه فرمایان ساخت. و در دفتر من خانم نازی خوز معلم و یه آقای دیگه بودن که چندین مدت هم جو مطالعه میکردن راجع به انواع اقسام فرش های ایران، که بعد موقعی که به نمایش گذاشتیم خانم نازی خوز معلم اونجا مدیر عامل اونجا شد. یادم نیست کدوم موزه یکی بعد از دیگری، موزه هنرهای معاصر که یادم میاد که شادروان خانم ایران درودی نقاش پیش من آمدن، کارهایشون من میشناختم و در گالری ها میدیدم، گفتن که ای کاش ما یه جایی داشتیم که کارامونو به نمایش میذاشتن مثل موزه. دیدم چه فکر خوبیه و فکر کردیم یه موزه بسازیم و در همون پارک فرح. و از آقای کامران دیبا خواستم که نقشه‌شو بکشه و فکر این بود که فقط کارهای هنرمندان ایرانی باشه، که البته اون موزه تالار نمایش داشت، کتابخونه داشت، رستوران داشت، همه چیز فوق‌العاده. و بعد که این تابلو رو گذاشتیم و موقعی که ثروت ما به دلیل نفت بیشتر شد که مقدار زیادی گرفتاریامون هم از همونجا شروع شد، گفتم که خوبه که مقدار آثار خارجی هم بخریم. خارجی ها اینقدر آثار هنر ایرانی رو داشتن، ما هم نشون، البته چیزهای قدیمیشون رو نمیتونستیم، ولی کارهای معاصر که دیگه از غرب و شرق شروع کردیم تابلوها و کارها رو خریداری کنیم. و اون موقع یه موقعی بود که اینقدر خود آمریکا مثلا خریدار نداشت، که قیمت‌های بالا بود ولی امکان داشت، که خوشبختانه اون تابلوها رو خریداری کردیم که الان جزو یکی از
تنها موزه خارج از اروپا و آمریکاست که کارهای بین المللی رو داره. شروع کردیم از امپرشنیست، مثلا رنوار، سیزان، بعد حالا نپرسین اسم کنم میدونم پیکاسو اندی وارهول که راجب اندی وارهول، بعد جیاکومتی، بعد هنری مور. آره، چون اینا رو میگم چون بعضی هاشونو شخصا دیدم، مثل اندی وارهول که دیدم، بعد سلوادور دالی رو دیدم در پاریس ولی کاراشو در ایران داشتیم، و هنری مور رو رفتم در خونش در انگلستان دیدم، و شگل رو در جنوب فرانسه دیدم، سزار که یه مجسمه ساز فرانسوی، و برصورت دکونینگ، جکسون پولاک. خیلی خیلی حالا از این اسامی که نام بردید یکی از اندی وارهول نام بردید. اندی وارهول از شما هم یه پورتره کشیده، سرنوشت این پورتره چی شده؟ اندی وارهول من بار اول در کاخ سفید اونجا دیدمش، البته کاراشی دیده بودم و خیلی علاقمند بودم، بعد علاقمند شد که بیاد ایران یه پورتری از علیزاد بکشه، و من که با آقای باب کالوچلو آمدن ایران و این پورتری رو کشیدن، و این پورتری در ایران بود، هم در کاخ بود هم در موزه، و بعد در یه تلویزیونی که چند سال پیش من در فرانسه دیدم که یه کسی رفته بود و زیر زمین موزه رو فیلم برداری کرده بود، تابلوی اندی وارهول منو با چاقو بریده بودن که خب اگه نگه داشته بودن الان خیلی قیمت داشت. و چیزی که خوشحالم که چون راستش خیلی نگران بودم که بلای سر این تابلوها و اشیا بیاد، اینا نفروشن، من چیکار نکنن، خوشبختانه نگهداری شد، و موقعی که یکی از این رؤسای موزه ها تابلوها رو به نمایش گذاشت، همه رو نه البته یه مقدارش در انباری، مردم دیدن، و یادم میاد یه خانم جوان هنرمندی به من ایمیل زد که من موقعی که خودم رو جلوی تابلوی رادکو دیدم اشکم در آمد، دیگه مردم هم میدونستن چی دارن. و یه موقعی چند وقت پیش ها اینو میخواستن اینو بدن به یه بنیاد خصوصی که مردم اعتراض کردن و موزه به جای خودش هست. ولی دوتا از تابلوهای دکونینگ رو اگر اشتباه نکنم تعویض کردن با تعداد یه دونه شد. این هم داستان طولانی داره، برای که از چیزی شاهنامه که اون آقایی که الان شاهنامه شاه طهماسبی بود، ولی مالکی بود، هوتون بله، میخواست در سال 1970 به ما 20 میلیون دلار بفروشه که خب امکانش نبود، بعد خودش داد چاپ کردن و یه مقدار از مینیاتورهای اصلی رو هدیه داد به موزه های آمریکا و بعضی ها رو هم به فروش گذاشت. باقی مونده اون شاهنامه من پرسیدم از یه آقایی که مجموعه داره در انگلیسی که قیمتش چیه، گفت در حدود مثلا 6 میلیون دلار. ولی خب از اونجایی که فساد عجیبی در جمهوری اسلامی هست، این رو با دکونینگ عوض کردن، ولی 15 میلیون دلاری همچی چیزایی توی نیویورک تایمز نوشتن به آقای دیوید گفن، اسمشو میگم چون تو نیویورک تایمز بود. بعد و این آقا اینو 100 و خورده میلیون دلار به یه کسی فروخت، یعنی اون وسط اون کسایی که این کار کردن یه باقی مونده شاهنامه که 6 میلیون دلار میارزید 15 میلیون دلار
دادن به این مرم. این هم از داستان بعد میرسیم به موزه نگارستان. تابلوهای قاجار اونم متعلق به یه آقایی بود در انگلیس که میخواست اینا رو 100 تا تابلو بود $1,000,000 بفروشه. بعد من دو نفر رو فرستادم که برن ببینن این تابلو ها ارزش داره نداره. اینقدر ماشاءالله طول دادن که اون آقا گذاشت توی حراج و من اصلا گریم گرفت. تو سوئیس بودم. بعد آقای بهادری که رئیس دفترم بود اونجا با ما بود، گفتم تو برو با این آقایون صحبت کن، بگو که ما اینو برای موزه میخوایم، که خواهش کردیم و قبول کرد خوشبختانه، البته با قیمت بالاتر، حالا یادم نیست $2,000,000 دادیم یا یکم بیشتر، اینا اعدادش همه یه جا یادداشت شده، که دیگه از حراج در آورد و به ما داد و برای نمایش اینا رو در منزل سابقی که ملکه مادر در زندگی میکرد، در اونجایی که میگفتن کاخ مرمر، نزدیک جایی بود که ما زندگی میکردیم، که اونجا که دفتر اعلیحضرت هم بود زمان رضا شاه ساخته شده بود و دفترهای دیگه بود، ملکه مادر دیگه از اونجا منزلش آوردن در شمران. اونجا رو گرفتیم که این تابلوها رو بذاریم، که خانم لیلا سوداور دیبا که متخصص اشیاء قاجار بود مدیر عامل اونجا شد و تابلوها رو اونجا گذاشت و یه مقدار تابلوهایی هم که میگیم سقاخونه، تابلوهایی که مردم میکشیدن و بعد توی بیرون از شهر یا ده میذاشتن، تعریف میکردن و مردم گوش میدادن. نقالی بله. خلاصه و اونجا این بود و خب کتاب خونه داشت و محل اجتماع داشت و یه آقای بود که اهل چکسلواکی بود و موقع پروفسور فریچ آمد و کمک کرد که تابلو رو کجا بذارن، فیلم برداری کرد و اینا و دیگه. بعد و یه عده از افراد ایرانی که مجموعه دار بودن خوشبختانه اشیاشون رو هدیه دادن دیگه، قلمدون و کتاب و آینه و غیره، همه اینا در موزه نگارستان بود. سرنوشت موزه نگارستان چی شد؟ میدونین اصلا من فکر میکنم اینا ماشاءالله رفتن اونجا رو کردن محل پاسدارا، این تابلوها رو خدا میدونه این ور اون ور کجا گذاشت. ایوا 40 سال پیش تو تهران یه ساختمون نبود که آقایون پاسدارا برن توش، موزه نگارستان رو بردارین این کار بکنین. واقعا اینقدر دیگه خرابی کردن که اینم جزوش. بعد اون وقت اشیایی که آها، و موزه آبگینه. موزه آبگینه که اشیای سرامیک و شیشه‌ای پیش از اسلام و بعد از اسلام در منزل قدیم قوام سلطنه که متعلق به وزارت، حالا یادم نگه، یکی از این وزارت خونه ها بود که من خواهش کردم از رئیس شو اینو بدین ما موزه کنیم، چون خود خونم قدیمیه اونجا رو. الان اسم اون آقا یادم، هانس هولند که آلمانی بود و خانم شلمینگر، نسرین شلمینگر مدیر عامل اونجا بود، تمام اشیا خریداری شده بود، ولی خب من شانس این افتتاحش رو نداشتم. بعد موزه عباسی، رضا عباسی، موزه رضا عباسی چون خب امکانات مالی داشتیم، خیلی اشیای قدیمی هنری، تابلو و اشیا غیره پیش از اسلام بعد از اسلام خریداری کردیم و اینا تو اون ساختمون گذاشتیم، یه ساختمونی بود به امیدی که بعدها اینا رو تو موزه های مختلف بذاریم. اون موزه رضا عباسی بود و بعد یعنی من برنامه این بود، آرزوم این بود که تمام چیزها در تهران نباشه، اشیایی که متعلق به شهرها و محلهای دیگه هست اونجا اشیا بذاریم، مثل برنزهای مفرق لرستان و در لرستان اونجا گذاشتیم. و بعد یه موزه هم نقشه‌شو
الوار هالتوکی که از بزرگترین معمارای فنلاندی هست نقشه‌شو کشیده بود که می‌خواستیم معاصر در شیراز بسازیم که دیگه نرسید و بعد ارک کریم خانی شیراز و امیدوار بودم که یه موزه بشه برای صنایع دستی ایران. البته تئاتر شهرم جزو کارهای هنری بود که الان اینا گذاشتن جزو آثار ملی که خیلی قشنگ آقای مهندس سردار افخمی ساخته بود. حالا صحبت تئاتر شهر کردیم، بذارید کمی راجع به تالار رودکی صحبت کنیم. تالار رودکی ظاهرا وقت که ساخته شد یکی از مهمترین تالارهای اپرای خاورمیانه بود، به علاوه این که مرکز ملی باله ایران هم در اونجا تأسیس شد و شما برش نظارت داشتید. راجع به تالار رودکی ببینید، خیلی جاها میگن که تالار رودکی با نظر من ساخته شد، ولی با خود من یادم نیست، فکر نمی کنم. فکر میکنم تالار رودکی هم وزارت فرهنگ هنر ساخت. اتفاقا فکر کرده بودم که یا میدونی ماشاءالله آدم حافظش دیگه اون نیست، یا آقای متاسفانه پرباد که تو دنیا نیستن، ولی یه آقایی بود مال وزارت فرهنگ هنر که تو کالیفرنیا اصلا اسمش یادم نه که بپرسم. ولی خب همه جا میگن که من باعث تالار رو دیدم، ولی به خدا یادم نیست. خب بذارید بیا محور دیگری راجع به جشنواره هایی که در ایران ما داشتیم صحبت بکنیم. وایسا ببینم راجع به موزه ها همه رو فکر کنم که موزه ها همه رو گفتیم، ارک کریم خانی رو هم گفتیم. ها راجع به موزه نیست البته این، ولی راجع به مهمانسرای نائین. ها بله، پیش از اون میخواستم از کانون پرورش فکری بگم. ها کانون پرورش مورد علاقه منم هست خیلی زیاد. بفرمایید. میخواییم پس زودتر راجع به نائین بگم. راجع به نائین بگیم بعد، چون راجع به کانون سوال زیاده. یه تشکیلاتی درست کرده بودم، یه سازمانی برای نگهداری معمار، برای که خب معمارهای فوق‌العاده‌ای داشتیم، ولی میخواستم ساختمون بشه منتها با ارتباط با معماری اون محل، و یکی از این آقایون دانشگاه هاروارد رو ساخت در شمیران که سبک ایرانی منتها مدرن. من تشویق میکردم که معمارا میسازن مثلا با الهام از معماری اون محل، مثلا یه دهی رو که درست میکنن یا یه چیزای مدرن نسازن. بعد من آقای با این فکر آقای خسروانی اون مهمان سرا رو ساخت که هم مدرن بود ولی الهام گرفته از معماری محلی، چون واقعا جاهای خیلی قشنگی در ایران داشتیم. حالا صحبت خسروانی شد، او در طراحی لباس اینها هم دستی داشت و شما بله. به لباس های محلی ایران و مثلا زردوزی های اصفهان یا مال بلوچ ها اینا خیلی علاقمند بودید، کار کردید روش. بله، برای که خب خیلی دلم میخواست که تشویق صنایع دستی و اینقدر کار دستی ایران ماشاءالله همه جا هنرمند هست که خواستم با کارهای ایرانی باشه، که آقای خسروانی خب خودش مهندس معمار بود ولی این کار رو کرد با یه خانم گلستان فکر میکنم که برودریای مال بلوچستان، پارچه های کردستان، این ور اون ور دیگه لباس های زری هایی که وزارت فرهنگ هنر در اونجا بافته میشد با نقشی که کیوان خسروانی میداد، دیگه بیشتر لباس هم در مراسم رسمی خارج و داخل با کارهای ایرانی بود. با کارهای ایرانی بود. خب حالا میتونیم بریم سر موضوع کانون. خب کانون یه سازمان واقعا فوق‌العاده‌ای بود، الان آدم میبینه چندین سال، سالای کی بود؟ 1345-46 که زودتر خانم لیلی امیر ارجمند با خانم هما زاهدی آمدن پیش من، خوب یادمه، در کاخ نیاوران، و خانم امیر ارجمند کتابداری خونده بود در آمریکا و گفتن که خوبه که ما کتاب داشته باشیم برای بچه ها، کتاب خونه برای بچه ها. دیدم واقعا فکر فوق‌العاده‌ایه، یه کتابایی برای بچه ها بود و یه آقای صبحی بود
که می اومد تو رادیو قصه می گفت، می گفت بچه ها سلام. یه چند تا قصه های عجیب غریب داشتیم که پرستارا برامون تعریف می کردن. گفتم خیلی فکر خوبیه که بعد دیگه ایشون رفتن و کسایی که پیدا کردن که این کانون پرورش فکری درست شد، که واقعا کار فوق‌العاده‌ای کردن است. و برای چاپ کتاب به طور سمبولیک بر صورت من اون کتاب دخترک دریا رو ترجمه کردم، یه مقدارم نقاشی کردم که مثلا شروع چاپ کتاب ها باشه. و خب بعد کتاب ها شروع به چاپ شد، سازمان درست شد و چند صد کتاب خونه والا شد در تمام ایران. الان متجاوز از 1000 تاست. خب بله، همین فوق‌العاده است. و اونم مواظب بودیم که هر جا که میسازن ساختمونش بخوره به معماری اونجا. و تمام این کتاب ها همجور چاپ شد پشت سر هم. و کتابخونه سیارم داشتیم. بله، یه سوال من راجع به اینه، این خیلی کار مهم است، اصلا شاید در دنیا یگانه باشه. بله. این اولین کتابخونه سیاری است که در هر جایی در دنیا شروع به کار کرده. بله، اصلا فوق‌العاده بود. آقای مفید اون میبرد و هم کتابخونه سیار که با حتی قاطر، نمیدونم، اسب، جیب اینور اونور میبردن و مردم میامدن، بچه ها کتاب ها رو میگفتن و بچه ها برای پدر مادرشون که سواد نداشتن کتاب ها رو میخوندن. اردوان تئاتر سیار داشت که بچه ها تئاتر هم بودن، که یه اتوبوسی رو رنگ کرده بود و میرفت و بعد بچه ها رو جمع میکرد و تئاتر درست میکردن. و بعد هم جشنواره فیلم نوجوانان درست شد. خیلی فوق‌العاده بود. اون اصلا تو دنیا هم چیزی نبود. بعضی آمریکایی‌ها میگفتن ای کاش ما مثل شما این کتابخونه ها رو داشتیم. که اون جشنواره درست شد و خیلی از فیلم های ایرانی برنده میشد در خارج. و خیلی ها هم فرستادیم مثل که توی چکسلواکی اینور اونور که یاد بگیرن چی کار کنن. و بعد اتفاقا داستان جشن هنر که بعد بهش خواهیم رسید از این شروع شد که یه عده‌ای که این چیز کانون بود آمدن گفتن که هنرمندان تئاتر کاشکی ما هم یه همچین جشنواره‌ای داشتیم. که بعد از اونجا فکر شد که با آقای فراق قفاری و رضا قطبی صحبت کردیم که به فکر جشن هنر شیراز افتادیم. که اول فکر کردیم کجا باشه، نمیخواستیم تهران باشه، اصفهان. بعد فکر کردیم که شیراز باشه و کی باشه، در ماه پیش از ماه مهر، که اونجا جا هست برای که کسایی که بخوان بیان، مثلا دانشجو تو خوابگاه دانشگاه شیراز خالی بود، دانشجوها جوونا میتونستن مجانی یا با قیمت خیلی کم بیان. و شیراز هم خب شهر فوق‌العاده‌ای از لحاظ زیبایی و اینا، و در تخت جمشید و در خود شهر شیراز این برنامه بشه. و جشن هنر شیراز واقعا میخواستیم یه برخورده بس گفتگوی تمدن ها، یعنی تمدن شرق و غرب، البته از همه مهمتر آثار هنری مختلف ایرانی بود. و این گفتگوی تمدن ها رو هم در ایران درست کرده بودیم که ریاستش با آقای داریوش شایگان بود، که بعد از این اتفاقات که افتاد آقای نراقی اینو به اسم آقای خاتمی به یو ان داد و این ور اون ور. منم همه جا نامه نوشتم که بابا این زمان ما بوده، الان نبوده. گفتم اگه اینا اول با خود ما گفتگو داشته باشن، گفتگو با تمدن ها پیش کششون. خلاص اینم از این. و خب هنرمندان واقعا سنتی، بیشتر اکثریت سنتی بودن، از ژاپن گرفته، از نپال، از هندوستان، از آمریکا، و بعد یه مقدارم به قول معروف اوانگارد.
پیش رفته و خیلی خیلی جالب بود. افراد مختلفی آمدن واقعا، از لحاظ ویولونیست معروف، پیانیست معروف، چمبل بله های معروف، تئاتر معروف، چمنم شتوکازن، روبینشتاین، یهودی مینوین، باب ویلسون معروف که برنامه داشتند. مثلا این گفتگوی تمدن ها که میگیم، یادم هست که آقای مکس روچ اگه اشتباه نکنم با آقای تهرانی که ضرب میزدن، اینا دوتا، اون آقای مکس روچ هم طبل میزد، اینا مثلا خارج از شیراز میرفتن توی یه دهی با هم میزدن، میدونی، یه گفتگوی تمدن ها بود که مثلا کتکلی هندوستان رستم و سهراب و به شکل هندی درست کرد. به هر صورت خیلی برنامه های جالب بود دیگه جر جشن هنر شیراز. و مثلا برنامه‌ای که بژار در تخت جمشید باله گلستان رو درست کرد که خوانندش آقای ایرانی بود، رضوی، ولی مطمئن نیستم. و میگم دیگه واقعا هنرمندای معروف دنیا آمدن. شما از جشن هنر شیراز خاطره خیلی استثنایی یادتون هست، چی بخواییم برای بینندگان ما؟ مثلا ما چیزم داشتیم، تعزیه، موقعی که اینو گذاشتن البته باز بگم یه خود نگران بودیم که مسئله نباشه، ولی تعزیه شد، هیچ مسئله هم نشد. تا حدی که بعد از این جریانات آقایون از ایران تعزیه رو آوردن پاریس و دنبال فراخ قفاری میگشتن که بگه ببینه چیکار میکنه. بعد اون وقت یه برنامه دیگه بیژن مفید بود که یه خود یه چیزایی داشت که شهر قصه، شهر قصه، بله بله، که گفتی ممکنه یه عکس العملی باشه که بعد انقدر جالب بود که من بلند شدم و دست میزدم دیگه، اونم چیز شد. یه عده ایراد میگرفتن، البته یه عده اونایی که ایراد میگرفتن که از کارهای خوبم ایراد گرفتن. یادم یه آقایی که الان در کاناداست فکر میکنم که مخالف بودم، چپی بود، چی چی بود، اونجا بعد از این برنامه ها هنرمند ها میامدن و مردم سوال و جواب داشتن باهاشون. بعد آمده بود یادم هست خوب، چون گروتوفسکی یه کارگردان تئاتر چیز بود، لهستانی، گفته بود بهش ما اینجا آزادی نداریم. گروتوفسکی هم بهش گفته بود اگه راست میگفتی اینجا نبودی، تو کوه بودی با یه کلاشنیکوف رو دوشت. و واقعا من چون اینو تکرار کردم خوب یادمه. بعد حالا این ایراداتی که گرفته میشه، این حرف گفته میشه که بسیاری از به اصطلاح طرفداران یا فعالان گروه های چپ یا مربوط به چپ در یک نهادهایی مثل فرض کنید که کانون پرورش فکری یا اینها حضور داشتن، گفته میشه که اصلا اون وقت این از نظر گردانندگان این تشکیلات مسئله ای نبوده کسی چه جوری فکر میکرده، مسئله جور دیگری بوده. راجبه این موضوع ممکنه توضیح بدید؟ بله، بودن اینایی که مخالف بودند و یه چیزای منفی من یادم این داستان ماهی سیاه کوچولوی کانون که مثلا ماهی بر ضد رودخونه میره، بعد اینو اول قدغن کردن، بعد گفتیم چی رو قدغن کردن، اجازه بده. بعد میدونی خب فکرم یه جوری بود، الان میگم فایده نداره، آدم اگرها رو به قول فرانسویه با تمام اگرها رو میشه پاریس رو ریخت توی بطری. مثلا عوضی که قدغن کنیم یه کتاب درست میکردیم، یه ماهی که یه کار دیگه میکنیم، میتونی؟ خب دیگه الان آدم الان فکرشو میکنه. ولی اونایی که مخالف بودن که آقایون رفتن با خمینی بر ضد انقلاب سفید که به نفع روستاییان و کارگران بود دست به یکی کردن دیگه داستان طولانیه. خب حالا برگردیم به جشنواره ها. جشنواره شیراز، جشن هنر، همونطور که فرمودید در واقع یک نوع دیالوگی بین شرق و غرب بود که ما برقرار کردیم در ایران. اما در جشنواره های داخلی، جشنواره توس چی؟ اونجا رو توس خیلی جالب بود دیگه. البته یه دفعه
من رفتم که دیگه چیز سنتی بود، کشتی و نقالی و اینا در توس. یه دفعه رفتم فقط. بعد جشنواره اصفهان هم بود مردمی، که اونم خیلی جالب بود، اونم فقط یه دفعه شد که یه برنامه هایی داشت دیگه، خیلی جالب بود. بله. خب یک سوالی که برگردیم به معماری، یکی از بناهایی که همین مهر ماه گذشته دو ماه پیش 50 سالگردش بود، 50 سال از ساختن ساختمان بنای یادبود شهیاد گذشت. بنای یادبود شهیاد ظاهرا به مناسبت جشنهای 2500 ساله بود اونطور که من یادمه، و آگهی شده بود برای معماری که طرح بده، و از میون این طرح‌ها طرح حسین امانت که فارغ التحصیل جدیداً فارغ التحصیل شده از دانشکده معماری پذیرفته شد. خصوصیات این طرح چی بود که برنده شد و بر اساس این به مسابقه گذاشته شد؟ بله. تو مسابقه شرکت کرد، اونایی که هیئت بودن برای داوری اونا انتخاب کرد. چون فکر میکنم، من نمیتونم راجع به معمارا صحبت کنم، ولی جالب بود، هم مدرن بود و هم یه حالت چیزای ایرانی هم درش بود دیگه. بله. فکر میکنم مثل اینکه خودشون توی یه مصاحبه گفتن که یک ترکیبی بود از مثلا آرشیتکت مسجد وکیل در شیراز و به اصطلاح طاق بستان از ایران باستان، ترکیبی از فرهنگ معماری باستان ایران و معاصر ایران، یعنی ایران اسلامی. خیلی جالب بود دیگه ساختمان. بله، اونجا ساختمان بسیار جالب بود. زیر اونجا هم یه موزه تشکیل شده بود. بله، اتفاقا موزه بود که یه چیزایی فیلم هایی که تهیه شده بود در اونجا نشون داده میشد، و فکر میکنم از اون زیر یه جا موزه شیش بهمن اگه اشتباه نکنم که یه مقدار آثار قدیمی توش بود، ولی به خدا الان دیگه یادم نیست درست اونجا چی بود. بسیار خوب. حالا سوال بعدی که من دارم راجع به روابط شماست با روشنفکران زمان اون دوره. مطالبی است که شما در جلسه هایی که مثلا فرض کنید که شخصیت های فرهنگی ما مثل فریدون هویدا، مثل گلستان، اینها در شرکت، شما هم با اینها مراوداتی داشتید. خاطره چیزی از این داستان ها دارید؟ البته میگم بعضیا که مخالف بودن ولی یه مسائلی داشتن، گرفتاری داشتن، بدونی که زیاد اسمشون بگیم میومدن منو میدیدن، که مثلا برای معالجهشون میبایستی بفرستیم خارج. خب میومدن منو میدیدن بدونی که اسمشون رو بگیم، ما کمک میکردیم که برن برای معالجه خارج. نه اونطوری، خب یه ایرادات که به هر صورت جلسه هایی که بود یه کسایی می اومدن نظراتشون رو می گفتن، حالا ته دلشون ممکنه چپی بودن یا چیزی بودن، ولی خب همین بحث و گفتگو می شد، و اگه یه چیزایی بود که درست بود خب آدم دنبالش می رفت که درست بکنه، اگه یه چیزایی هم که دشمنی بی خودی بود دیگه کاری نمی شد کرد. بعضی ها رو می دیدم، همه رو نه ولی بعضی ها رو. به نظر شما مهمترین دستاورد دوره‌ای که شما کارهای فرهنگی رو سرپرستی می‌کردید را اینیشیت می‌کردید چی از نظرتون خیلی مهم است که امروز هم مورد توجهه؟ کدوم یکی از این کارها است نظر شما؟ ببینید، خب من ریاست عالی سازمان‌های مختلفی رو داشتم، بهداشتی، آموزشی، برای مثلا جزامی ها، برای قلب، برای یتیم ها، برای یه سری زیادی. خب مردم می اومدن پیش من و منم علاقه من بودم که خدمت کنم، در یه موقعیتی بودم، دولت کار خودشو می کرد، ولی خیلی سازمان ها موقع که خصوصی می شد راحت تر می شد یه کارهایی رو انجام بده، و خب من
خیلی خوشوقتم که خیلی از این کارها مونده، حتی امروز با تمام داستانهایی که تعریف کردن، با تمام دروغهایی که گفتن. و چیزی که همیشه میگم، دانه هایی رو که آدم با اعتقاد و علاقه و محبت میکاره هیچ وقت خشک نمیشن. همینم هم هست الان واقعا که موقعی که میبینم جوانان ایرانی که بعد از این جریان ها دنیا آمدن، دختر و پسر به من ایمیل میزنن و با محبت یه چیزایی میگم، خیلی به دلم میشینه واقعا. و میدونی الان بیشتر و بیشتر همیهنانم هم دارن وارد میشن که چی بود در اون زمان. نمیگم عیب و ایراد نبود، هیچ حکومتی بدون عیب و ایراد نیست، ولی الان بیشتر و بیشتر دارن میفهمن که اون موقع ایران در تمام زمینه ها، حالا خارج از کار من که چیزای دیگه بود، ولی آخه زیر نظر اعلیحضرت همون انقلاب سفید، سپاه بهداشت، سپاه ترویج آبادانی، سپاه آموزش، تمام اصلا غذای مجانی به بچه ها، مدرسه مجانی، دانشگاه، حتی خیلی کارهای مثبتی شده بود که در سطح بالا، که دیگه از لحاظ بین المللی و نفت که خب میگم گرفتاریامون از 1973 شروع شد، که موقعی که قیمت نفت و استخراج و فروشش همه دست خودمون آمد، یه مقدار گرفتاری هم از اونجا شروع شد. یه جور دیگه این سوال رو شاید من منظورم رو نرسوندم خوب. من چند وقت پیش داشتم سفرنامه رضا شاه رو میخوندم و سفرنامه مازندرانشون رو، و ایشون اونجا یک توضیحاتی میدن راجع به آرزوهایی که برای ایران دارن، از جمله درست کردن مثلا صحیه یا بیمارستان ها برای مردم، نمیدونم درست کردن راه آهن، کشیدن جاده و مسائل مختلفی که توضیح میدن اونجا چه کارهایی دوست دارن که در طول عمرشون اگر اختضاء بکنه انجام بدن، که قسمت عمدش هم انجام دادن. ولی بعد یک مطلبی میگه که خیلی من روش توقف کردم و خیلی برام جالب بود. میگوید که با همه این حرف ها، خطاب به دبیری که اینو می نویسه، میگه با همه این حرف ها من دوست دارم بعدها وقتی از من یاد میکنن به این تکیه کنن که من کسی هستم که بچه های ایرانی رو فرستادم مدرسه. شما لیگسی خودتون چی میدونید؟ چی بگم من مشکله بگم مردم باید قضاوت کنن. فکر میکنم در یه موقعیتی بودم در اون 20 سالی که افتخار ازدواج با اعلیحضرت رو داشتم، تا اونجایی که میتونستم با تمام وجود و قلبم و اون چیزی که در امکانات فکریم بود خدمت کردم در زمینه‌های مختلف به هم میهنانم. اتفاقا یادم یه مصاحبه چند وقت پیشا با من کردن تلویزیون فرانسوی به فارسی، بعد گفتن میخواین چی جوری از شما یاد کنن، گفتم همینی که الان یاد میکنم برام کافیه، الان که زندم و میشنوم دیگه، موقعی که مردم حالا هرچی گفتن گفتن دیگه. خدا نکن. عرض کنم که خب حالا میدونم شما گفتین که به قول فرانسوی ها با اگر و مگر و اینها نمیشه حرف زد، ولی بذارید کمی اگر بیاریم تو کار، اگر میتونستید عقربه زمان رو برگردونید عقب، چه کاری میکردید که میتونستید بکنید و الان متاسفید که اون کار رو نکردید؟ من خودم در زمینه خودم فکر نمی کنم، ولی فکر میکنم اگه ما تشکیلات سیاسی داشتیم برای تشکیل دادن گروه های سیاسی طرفدار، چون اونایی که مخالف بودن متشکل بودن و اونایی که طرفدار بودن اونجوری متشکل نبودن که عکس العمل نشون بدن به این اتفاقاتی که میفته. اعلیحضرت فقیر هم میخواستن واقعا کم کم مملکت باز بشه از لحاظ سیاسی، که ولیعهدشان بعدها بتونه واقعا به عنوان یه پادشاه سلطنت بکنه. منتها اون موقعی فضا باز شد که ما متشکل نبودیم و دشمن ها متشکل تر بودن.
به آینده چقدر امیدوارید؟ من والا همیشه میخوام امیدوار باشم به آینده، برای اینکه تاریخ مملکت ما مورد حمله بیگانگان قرار گرفت، سالها خیلی فشار آوردن، خیلی چیزا رو عوض کردن، ولی ایرانی ایرانی موند. این هم با وجودی که خارجی نیستن ولی از خارجی بدترن و بدتر کردن، این هم موندگار نیستن، برای که ایران واقعا مملکت فوق‌العاده‌ایه و من امید دارم که ایران واقعا مملکتی آزاد باشه، یک پارچه بمونه و حقوق بشر درش باشه، آزادی زنان باشه. و اینجا از زنان گفتم، واقعا بایشون افتخار میکنم بگه با تمام فشارها اینا چه مبارزه میکنن. و به هر صورت نمیدونم، اگه تو مذهب اخلاق هست، این آقایون شب که میخوابن فکر کنن اخلاقشون تو چیه، چی کار دارن میکنن با مردم، با زنان، با بچه ها. فقط اونایی که در چیز هستن، نه چی میگن، در قدرت سیاسی، اصلا یه حالتی دادن که اصلا کارهایی که به سر زنا میارن وحشتناک. ولی این نخواهد من. من همیشه میخوام امیدوار بمونم و امیدم دارم که ایران اینطوری نخواهد موند و آزاد خواهد شد. بسیار سپاسگزارم اولیا عزت، مفتخرم که با تو گفتگو کردم. مرسی. از طرف صدای آمریکا و بخش فارسی و همه همکارانم هم سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از شما که این فرصت رو دادین که من حرفمو بزنم. امیدوارم که اون چیزی که در دلم بود میخواستم بگم گفتم. و باز دوباره پیام میدم به همیهنانم که این چیزی که همیشه تکرار میکنم، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.